رسانه‌ها رکن اساسی زبان گویا و چراغ راه دولت هاست. رسانه‌ها نقش اصلی را در تغییر اسکان عمومی داشتند و ایجاد تغییرات اساسی در جامعه بدون همکاری رسانه‌ها ممکن نیست. همکاری رسانه‌ها در ابعاد مختلف با دولت بخصوص در امر مبارزه علیه مواد مخدر و بیماری‌های ناشی از آن می‌تواند به اعمال و برنامه‌های تکمیل یافته در این راستا روح و قوت مضاعف بخشد. از نقش رسانه‌ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر هیچ کس انکار کرده نمی‌تواند. بنیاد فامیل و داشتن یک خانواده سالم یک جامعه مرفه را تشکیل می دهد. و ما نباید اجازه دهیم در استعمال مواد مخدر چون این یک مؤسسه مهم را برهم زدند. ما همه می دانیم که امروز اکثر خشونت های وحشتناک علیه زنان و تجاوز های جنسی به کودکان یکی از دلایل آن استعمال مواد مخدر می باشد. من تنها من حیث خانم اول کشور بلکه من حیث یک مادر وظیفه ایمانی وجدانی و ملی خود می دانم تا در مورد آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر خاموش نمانم، زیرا خاموشی ما و شما در این حالت یک گناه بزرگ است. جا دارد که وزارت معارف افغانستان نیز در راستای مبارزه با این پدیده ایشون در برنامه های درسی خود از طریق مکاتب، از طریق شاگردان مکاتب این مبارزه را ادامه بده. مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی دهی به عامه بر مردم این تعهد داریم که خدمت بکنیم. وزارت ارشاد حج و اوقاف با توجه به تریبون های گسترده ای که در سراسر افغانستان دارد، بیش از 150,000 مسجد، محراب و منبر و دسترسی که به تمام اقشار جامعه دارد، این تعهد را می سپارد که در این راستا از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. اگر ما متوجه نباشیم و رسالت خود را در مقابل جامعه خود ادا نکنیم، این خطرها ما را هم تهدید می کند. دی زوانانو چارو موینیت و بیلابیلو ارسو که کار کرده او اوس و دیر شدت سر کار کرده. کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی دی، جلدماب جمهور رئیس موږ ته په وار وار هدایت کړی دی چې د مواد مخدر پر ضد هر څومره مبارزه چې وشي بیا هم کمه ده.